خب سلام دوستان، به ویدیو دیگه خوش اومدین. تو این ویدیو قراره که با هم دیگه باکس بد بایت رو روی پلتفرم چای حکمی انجام بدیم. اول از همه به وی پی ان خودتون متصل شین، باکس رو دپلوی کنید و تارگت آی پی خودتون رو از اینجا دریافت کنید. دقت داشته باشید که گفته 2 تا 3 دقیقه به باکس در واقع مهلت بدین تا به صورت کامل کانفیگر و بوت اپ شه. میریم که راست اسکن رو ران کنیم تا پورتای باز رو بهمون نشون بده. اس وی ورژن انومریشن اس سی در واقع اشتباه هم زدیم. SC Default Scripts و ON Key Output داشته باشیم توی دایرکتوری Nmap اسم All Ports. میبینید که یه دونه پورت پیدا کرده 22 که به صورت دیفالت SSH و یکم دیگه هم بگذره باید یه پورت دیگه هم پیدا کنه که حالا در واقع پورت دیفالتی نیست، ولی وقتی اسکنش به صورت کامل تموشه میبینیم که FTPه. خب همونطور که میبینید پورت رو پیدا کرد 3024 که در واقع پورت FTPه. اگه ما FTP رو بزنیم بهش کانکت چیم میبینید که درسته. اگه در واقع چک کنیم انانیمس اکسس داریم یا نه، اشتباه هم تایپ کردم، ولی همونطور که میبینید this FTP server is anonymous only، پس anonymous من چی میزنم؟ پس مثل اینکه غلط تایپی داشتم ایراد نداره. همونطور که میبینید توی این دایرکتوری یک IDRSA داریم که میتونه برای SSH باشه و یک node.txt که هر دوشو میگیریم. خب اگه node رو در واقع کت کنیم میبینیم که میگه که I always forget my password, just let me store an SSH key here. خب یه یوزر به اسم ارور کازر میگه که من همیشه پسوردمو در واقع به یاد نمیارم، از خاطر میبرم، پس بذار که یک در واقع کلید SSH اینجا ذخیره کنم که همون IDRSA. شما اگه IDRSA رو در واقع کت کنید میبینید که encrypted هست، پس ما میتونیم از یک تول به اسم user share جهان SSH to جان استفاده کنیم و این IDRSA رو به یک در واقع هش یا همون انکریپتدش یک نوعی تغییر بدیم که جان بتونه در واقع کرک کنه. خب پس سورا و جان داش داش ورد لیست رو میزنیم. حالا اینجا ورد لیست رو بهش میدین و هش، که حالا از اونجایی که من این در واقع IDRSA رو یک بار کرک کردم کافیه که فقط بزنم show هش و همونطور که میبینید کرک کرده و این پس فریز اون IDRSA رو اینجا به من میده. خب پس با استفاده از این IDRSA در واقع به یوزر ارور کازر متصل شیم. متصل میشیم و خب مثل اینکه در واقع باید chmod 600 هم روی IDRSA بدیم که SSH به همون گیر نده و یک بار دیگه ران کنیم. پسورد رو میزنیم و میبینید که لاگین میشیم. خب همطور که حالا من هر کامندی رو ران میکنم میبینید شما اینجا هیچی نداریم، مثلا clear یا ID هم نداریم. اگه بریم توی bin میبینید که مثل اینکه تنها کامندهی که داریم bash و cat و حالا cmatrix و date و lsm، حتی net stat رو نداریم که در واقع ببینیم پورت هایی که به صورت لوکالی باز هستن چیان. پس اینجا کاری که میتونیم کنیم اینه که در واقع به صورت داینامیک پورت فورواردینگ کنیم که به صورت یک پروکسی در میاد و میتونیم حالا پورت هایی که لوکالی روی این باکس هستن رو انومریت کنیم. پس اگه توسط همین IDRSA یک داش دی بذاریم که به صورت در واقع پورت فوروارد داینامیکه، یک پورت بهش بدیم مثل 90C یا 9050 حالا فرقی نداره، از همون در واقع پس فریز رو میخواد و ما اینجا لاگین میشیم. حالا اگه ما روی باکس خودمون نت استت رو بزنیم که پورت های در واقعی که در حال لسن هستن رو بزنه، میبینید که 95 که بهش دادیم در واقع هست به صورت داینامیک. و اگه توی پروکسی چینز در واقع کانفیگوریشنتون رو ببینید میبینید که یک ساکس فور پروکسی روی لوکال هاست روی همین پورتی که دادین هست. پس ما اگه در واقع توسط پروکسی چینز اگه بتونم تایپ کنم proxy change nmap رو ازش عبور بدیم و بگیم که پینگ نکنه لوکال هاست رو، میبینید که داره در واقع پورت های مختلف رو سرچ میکنه، اسکن میکنه. این پایین هم داریم میبینید که ما پورت 3306 که به صورت دیفالت MySQL و
در واقع 80 برامون مهمن، بازن اوکی ان همونطور که میبینید. پس ما اینو در واقع استاپ میکنیم. حالا من یک اس وی هم برم که شما ببینید، در واقع بذارید روی پورت 80 بریم ببینیم پورت 80 اصلا چی هست. خب همونطور که میبینید HTTP Apache HTTPD ورژن 2 حالا نقطه 4 حالا هرچی. خب حالا که میدونیم در واقع پورت 80 به صورت لوکالی روی این باکس در واقع داره لسن میکنه و آپه، میتونیم به صورت لوکالی پورت فوروارد کنیم که روی باکس خودمون باشه. پس اینو میزنیم که در واقع هیچ کامندی نکنیم، در واقع تایپ نکنیم روی پورت 8080. یک دو سه پورت 80 رو روی این بذار. خب حالا اگه ما نت استات رو در واقع دوباره ران کنیم که ببینیم پورت باز شد، همونطور که میبینید پورت 8080 بازه که ما اگه بریم ببینیم چی هست، یک سایت وردپرسه. خب حالا اینجا شما اگه تسکای خود این باکس رو انجام بدین، نمیدونم چرا همچین اکسپایر تو میاره، در واقع تسکای باکس رو انجام بدین بهتون میگه که توسط nmap باید در واقع nsc اسکریپت های nmap وردپرس رو انومریت کنید. پس ما اگه توسط لوکیت nmap رو در واقع پیدا کنیم، گرپ کنیم برای nsc، میبینید که همه در واقع nsc اسکریپت ها رو برامون میاره. حالا یه بار دیگه اینو پایپ میکنیم توی گرپ و وردپرس رو میزنیم، میبینید که 3 تا اسکریپت nmap داریم، یکیش بروت، یکیش یوزرز، یکیش اینوم که اگه ما در واقع اینو میخوایم اینومریت کنیم. شما اگه در واقع اینو در واقع پرینت کنید، میبینید که حالا توی هینت خود اون تسکه گفته که از سرچ لیمیت 1500 برای در واقع پلاگین ها پیدا کردن پلاگین ها استفاده کنید، که اگه من بتونم اینجا پیداش کنم، عذر میخوام، میبینید که دیفالت سرچ لیمیتش روی 100. حالا میتونید یا توی خود اسکریپت اینو عوض کنید و 1500 بذارید، یا میتونید در واقع به صورت اسکریپت آرگز یا همون آرگومان هاش بهش پاس بدیم. پس اسکریپت http word در واقع پرس اینوم دات nse و اسکریپت آرگز مثلا سرچ لیمیت 1500 روی لوکال هاست پورت 8080. خب این یه خورده طول میکشه، من از قبل اینو ران کردم و ریزالتش رو توی وردپرس ذخیره کردم، همچین ریزالتی رو میاره که در واقع پلاگین هایی که پیدا میکنه این ستان و ثیم هایی هم که پیدا میکنه عالمی یکی 2017. خب حالا ما اگه در واقع سرچ اسپلویت، یک بار دیگه من اینو کات کنم، از سرچ اسپلویت استفاده کنیم برای این پلاگین ها، ازمون یک در واقع سی وی الفای میخواد که توی این پلاگینه و یک سی وی ار سی ای میخواد که توی این پلاگینه. پس ما اگه در واقع بذارید که کلا متا اسپلویت رو بیارم بالا، خب ما اگه در واقع این پلاگین رو سرچ کنیم، میبینید که یک RCE براش هست، RCE براش هست که میتونیم استفاده کنیم ازش. آپشن ها رو میدیم، ال هاستمون رو میذاریم، VPN در واقع try hack میمون، set r host رو میذاریم در واقع local host چون port forward کردیم، set در واقع r port هم باید بذاریم روی اون پورتی که port forward کردیم که 8080. فکر نمی کنم چیز دیگه بخواد، همونطور که میبینید اوکی ران میکنیم و میبینید که میگه که appears to be vulnerable و meterpreter session 1 opened. پس یک در واقع شل meterpreter به ما میده که توسط در واقع یوزرش هم الان بتونشون میدم. خب همونطور که میبینید در واقع meterpreter باز شد و ما cth هستیم، همچین یوزری هستیم که اگه در واقع drop کنیم توی شل و id رو بزنیم، میبینید که توی در واقع گروپ ADM هست. حالا اگه نمیدونید گروپ ADM چی کار میکنه، نمیدونم تو ویدیو قبلا گفته بودم یا نه، ولی گروهیه که حق داره در واقع لاک فایل های روی سیستم لینوکس رو ببینه. پس این به ما میگه که اگه بریم توی var log یه LSL بزنیم، همونطور که میبینید گروه روت و ADM فقط میتونن این مثلا در واقع لاک ها رو بخونن و این خودش یه هینته که در واقع یک لاگ غیر دیفالت اینجا هست که bash.log
متعلق به همین یوزر ما هم هست. پس ما اگه اینو در واقع کت کنیم میبینید که یک لاگ بشه که توش یوزر به صورت اشتباهی پسورد خودش رو اینجا لیک کرده. میتونیم در واقع بین بش رو ایمپورت کنیم و در واقع sudo l رو بزنیم، این پسورد رو بهش بدیم و ببینیم که چی میشه. خب میگه پسورد اشتباه است. شما اگه در واقع تسک این باکس رو ببینید بهتون سجست میکنه که این 2020، شاید مثلا یوزرها به صورت دیفالت به سالهای جدید که میرن ممکنه پسوردشون یک تغییر کوچیک بدن و اونو مثلا بزنن 2021. همونطور که میبینید یوزر CTH با این پسورد میتونه در واقع به عنوان sudo همه چیز رو ران کنه. پس به راحتی میتونیم sudo su بزنیم و در واقع روت رو بگیریم و به راحتی پریوست کرده باشیم. خب ایراد نداره، حالا اینجا من اشتباهی کردم، ولی همونطور که میبینید توی روت بریم، روت در واقع فلک هم اینجاست و آیدیمون هم روته. امیدوارم از این ویدیو خیلی سریع لذت برده باشین. این روم به صورت خودش والک ثرو بود، کلی کمک کرده بود تو همه تسکاش، ولی حالا من گفتم چون باکس جدید ویدیوشو بذارم. اون شبه که این باکس اومد یه باکس دیگه هم اومد، صدام گرفت، فوز میخوام اگه لود کنه اینجا هکت، که خب من این باکس هم انجام دادم و ویدیوش رو مسلما یه خورده که بگذره و اجازه داشته باشیم که رایت اپ ها رو پابلش کنیم ویدیو اینا میدم. همونطور که میبینید کامپلیت شده. خب اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارین چه ویدیو رو میخوان که در واقع براتون بذارم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.